سلام به بینندگان ارجمند دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم بینندگان بعد از پخش فایل صوتی کشتار 1367 در سایت آیت الله منتظری چنین به نظر نمی رسید که جنایتکاران و غزات هیئت مرگ را تکسیب نکنند و یک بار دیگه سکوت نکنند. امروز ادهی از این جنایتکاران سکوت خودشون رو شکوندن و درباره کشتار 1367 اظهار نظر میکنن کسانی که اون سایت اون فایل صوتی رو گوش کرده باشن میدونن که آقای منتظری در اون فایل اشاره به هیئت مرگ یعنی غزات خمینی و دشخیمان خمینی چنین مطرح میکنه که شما جنایت های وحشتناکی رو انجام دادید و نام شما در تاریخ ثبت خواهد شد و این مطلب دیگری هم که بسیار اهمیت داره منتظری در صحبتاش میگه میگه شما باعث میشید که آقای خمینی در تاریخ به عنوان صفاک مطرح باشه ثبت بشه نامش این صحبتی است که آقای منتظری میکنه جالب اینه که کسانی که تا چند روز پیش سکوت میکردند و این جنایت هولناک رو تکسیب میکردن امروز سخن میگویند و اونو تایید میکنن شخصی مانند مصطفی پور محمدی رئیس دادگستری آقای روحانی یعنی دولت اعتدال و امید آقای روحانی امروز در این مورد صحبت میکنه پور محمدی تا به حال تکسیب میکرد و چنین مطرح میکرد که هیچ نقشی رو در وزارت اطلاعات نقش امنیتی در وزارت اطلاعات آن زمان نداشته و بنابراین در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 هیچ دخالتی نداشته اینا پور محمدی تا به حال مطرح میکرد ولی امروز با صدای او که در فایل صوتی مشخصه دیگه نمیتونه تکسیب بکنه صداش در فایل صوتی وجود داره ولی امروز او قدمی به جلو می داره و چنین مطرح می‌کنه در سخنانی در چند روز پیش آقای پورمحمدی میگه خداوند گفت به کفار رم نکنید توجه بکنید خداوند گفت به کفتار رحم نکنید نکنی. پورمحمدی ادامه میده افتخار میکنم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردم یعنی تمامی کشتاری که انجام شد احکامی رو که ما دادیم و اده زیادی بیگناه هزارها نفر قهرمان بیگناه رو به خون کشیدیم به دستور خدای آنان بوده به دستور خدایشان انجام شده آقای پور محمدی در هیئت مرگ که دشقیمان خمینی در اون حضور داشتن تعیین کننده بود در اون زمان بینندگان او امروز چنین مطرح میکنه میگه او طبق قانون ایران عمل کرده و در طول این سالها حتی یک شب هم بیخوابی نکشیده یعنی کابوس نداشته جالبه شخصی که باعث کشته شدن بیش از پنج هزار نفر قهرمان میشه باعث کشته شدن کسانی میشه که هیچ گناهی نداشتند زیرا دیگراندیش بودن فقط دیگراندیش بودن امروز چنین مطرح میکنه که کابوس نداره و شبها بسیار راحت میخوابه و برای توجیه این جنایت خودش به خدا و خدای خودش پناه میبره میگه عملی رو که انجام داده خواست خداوند بوده و او ادامه میده که افتخار میکنه توجه بکنید افتخار میکنه که هزاران زندانی سیاسی را به قتل رسونده این آقای پور محمدی میگه آقای پور محمدی که رئی وزیر دادگستری دولت آقای حسن روحانی است بینندگان در دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطا هم در کلیساها ها کشیش ها همین کار انجام انجام میدادن کشیش هایی که شکنجه می, گردن می دونین که در زیر کلیساها ها زیر زمین های وحشتناک شکنجه بود در اونجا بود که دیگراندیشان شکنجه وحشتناک میکردن و زنده زنده به گور می بردن و آتش می زدن و کشیشان در مقابل تصویر مسیح که به سریب کشیده شده بود چنین احکامی را صادر می‌کردند و مهمتر از همه اینه که امروز وزیر دادگستری آقای روحانی مطرح میکنه که با حکم خداوند چنین را انجام داده و بیش از چندین هزار نفر مجاهد و نیروهای چپی را که در خارج از زندان ها هیچ فعالیتی نداشتند اینها رو در واقع اعدام کرده آقای پورمحمدی محمدی چنین ادامه میده میگه امام راحل یعنی آقای خمینی با ما یاد داد به ما یاد داد که در زمین دشمن بازی نکنیم و صحنه مبارزه را ما تعیین کنیم و خودمان نقشه بکشیم اینا آقای خمینی گفته اینو چنین مطرح میکنه آقای پور محمدی دشیمان خمینی سعی میکنن حتی سعی نمیکنن که نقش خمینی رو در این جنایت های هولناک بیرنگ بکنن اون ارزشی که امروز این سند داره این فایل صوتی داره اینه که امروز ثابت شده که شخص خمینی دستور قتل هزاران, هزاران جوان بیگنا رو داده و دشقیمان هیچ گونه کوششی ندارن که رنگ خمینی رو یعنی در واقع فعالیت خمینی و حکم خمینی رو بی رنگ بکنن اونها امروز استناد به خمینی و دستور خمینی میکنن که چنین جنایت هایی رو انجام دادن و تایید میکنن که شخص خمینی دستور داده حکم داده که باید هزارها نفر قتل عام بشن جوانانی که به حبس های طولانی محکوم شده بودند، همونطوری گفتم و هیچ گونه گناهی نداشتن که محکوم شدن بینندگان اونها فقط به خاطر دگرندیش بودن و سر موزه ماندن اعدام شدن بینندگان این همون نقشی است که گشتاپو پلیس مخفی هیتلر انجام میداد پلیس مخفی هیتلر گروه گروه دگرندیش رو به زندان ها می شکنجه میکردن و در زندان ها به قتل میرسوندن اون همون نقشی است که دشقیمان رژیم جمهوری اسلامی انجام دادند و تا به امروز انجام میدن و چنین مطرح میکنن که این خونروزی ها خواست خداونده توجه بکنید به این سند بسیار مهمی که مجلس خبرگان در روز 28 اوت همین امسال این سند رو منتشر میکنه یعنی مجلس خبرگان بیانیه منتشر میکنه که در این بیانیه چنین آمده من نقل قول از این بیانیه مجلس خبرگان میکنم میگه شاید هنوز هم برای ادهی درک تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خمینی در محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروه منافقین در سال 1367 دشوار باشه یعنی برای مردم هنوز درک این تصمیم این مرد الهی در گیومه آقای خمینی بسیار مشکله این بزرگترین سندش است که امروز در دست ماست و تایید میشه که چه جنایتی را آقای خمینی انجام داد و اینکه رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای شروع کارش یک رژیم جنایتکار و فاسد و ضد مردمی بوده علی فلاحیان وزیر اطلاعات آقای رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی که در همون زمان قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد چند روز پیش چنین میگه من نقل قول میکنم از علی فلایگان میگه آیت الله خمینی اعتقاد به قضاوت تاریخ نداشت جالبه هیچ گونه براش مهم نبود که تاریخ و مردم ایران چه قضاوتی بکنن اون خواهان این بود که به دستور خدایش خدای خودش قتل عام بکنه و کشتار بکنه و نظام جمهوری اسلامیش رو حفظ بکنه فلاحیان ادامه میده علی فلاحیان ادامه میده خمینی معتقد بود که باید حکم خدا را اجرا کرد و توجهی به قضاوت تاریخ نداشت بینندگان سندی مهمتری در رابطه با قضاوت و صفاکی خمینی میشه پیدا کرد قربان علی دوری نجف آبادی امروز عضو هیئت رئیسه مجلس قبرگان و در زمان آقای محمد خاتمی در کابینش وزیر اطلاعات محمد خاتمی بوده امروز چنین میگه اینو آقای قربان علی دوری نجف آبادی میگه میگه امام برای خدا تصمیم میگرفت امام برای خدا تصمیم میگرفت در واقع تمام این صحبت ها و توجیه هایی که رهبران گذشته و امروز جمهوری اسلامی در تایید این مطلب که خمینی به قرآن معتقد بوده و با نام خدا و در راه خدا قدم برمیشده این نشانه اینده این است که بینندگان نظام جمهوری اسلامی از ابتدا یک نظام فاسد و خونخاری بوده امروز در اروپا، در فرانسه، در آلمان، در بلژیک ادعای زیادی از رهبران راستی و شبه فاشیستی چنین مطرح میکنند که منبع تمام این خطرات قرآن، اسلام و تعلیمات اسلام در اروپا، در فرانسه، در آلمان، بلژیک و دیگر کشورها باید ممنوع بشه. و اونا مطرح میکنند که به دستور قرآن و قوانین قرآن که چنین اتفاقات وحشتناکی در پاریس، در بلژیک، در بروکسل و در آمریکا میافته و افتاده و خواهان این که تعلیم قرآن و مساجد در اروپا بسته بشه و مسدود بشه بینندگان عزیز شخصی مانند گرد ویلدرز گرد ویلدرز یکی از پرنفوذترین اپوزیسیون ها در هلند که در حدود در مجلس هلند در حدود سی نماینده داره یعنی یک سوم نمایندگان مجلس هنر رو در اختیار داره دو روز پیش چنین مطرح میکنه که در هلند باید مساجد را بست و باید تعالیم قرآن رو مسدود کرد و ممنوع کرد در هلند زیرا او مطرح میکنه که منشه تمام ترورها در اروپا قرآنه تا جایی که چند روز پیش دولت عربستان سعودی میدونین در عربستان سعودی قانون اساسی وجود نداره قانون اساسی عربستان سعودی وهابیت آین مذهبی وهابیت و عربستان سعودی مجبور میشه چند روز پیش بزرگترین آکادمی مذهبی خودش در شهر بن بن آلمان پایتخت سابق آلمان اینو ببنده آکادمی ملک فت بسته شد باید به این مطلب اشاره بکنم که خود من شاهد بودم ده ها سال آکادمی ملکفت در بن مرکز تعلیم و تربیت ده ها هزار کادر وهابی برای اروپا بود بینندگان عزیز همونطوری که میدونین وهابیت هم فقط قرآن و دستورات قرآن و قوانین قرآن رو میپذیره و امروز بر اساس وهابیت حکومت سلطنتی در عربستان سعودی به تسلط خودش به حکومت خودش ادامه میده عربستان سعودی موفق شد فقط در شهر بن در پایتخت سابق آلمان ده ها هزار کادر وهابی کادر ایدولوژی تروریسم اسلامی را تربیت بکنه و به سراسر سر اروپا اینها را در سراسر اروپا گسترش بده امروز سخنان وزیر دادگستری آقای روحانی مصطفی پورمحمدی محمدی بر این سخنان خانم ماری لوپن در فرانسه رئیس جبهه ملی خانم ماری لوپن چنین مطرح میکنه که در فرانسه باید مسلمانان را اخراج کرد از فرانسه باید مساجد بست و قرآن را ممنوع اعلام کرد و اجازه نداد که تعالیم قرآن در فرانسه انجام بده من قبل از از ویلدرز در هلند صحبت کردم که منشه تمام ترورهای اسلامی را قرآن میدونه و میگه تدریس قرآن باید در هلند ممنوع بشه مساجد بسته بشه و امروز سخنانی مانند سخنان پور محمدی جنایتکارانی مانند پور محمدی سخنان علی فلاحیان بیانیه مجلس خبرگان که قبلا یاد کردم و گفته های دری دوری نجف آبادی این آبیست به آسیاب تمام نیروهای بسیار افراطی راستی در اروپا و شبه فاشستی در اروپا که خواهان اینن که مشکلات عظیمی برای مسلمانان این کشور به وجود بیاد تا جایی که به استناد به همین صحبت رهبران جمهوری اسلامی آقای پر وزیر دادگستری راهانی شخص ترامپ کاندید ریاست جمهوری در آمریکا خواهان اینه که در واقع مسلمانان وارد آمریکا نشن اجازه ورود به آمریکا نداشته باشند خواهان کنترل مسلمانان در آمریکاست است آقای ترامپ آقای ترامپ خواهان اینه که مسلمانان شناسایی بشن همون کاری که هیتلر انجام میداد میدونین که در آلمان هیتلری یهودیان آلمانی میبایست یک پلاکاتی رو با خودشون هم میکردن و بر لباسشون ستاره داوید رو آویزون میکردن که مشخص باشه شناسایی بشن که یهودی هستن امریکا آقای ترامپ، امروز در آمریکا آقای ترامپ میخواد چنین کاری را با مسلمانان آمریکا انجام بده و متاسفانه آقای روحانی و دولت به اصطلاح اعتدال و امید او سکوت کرده در رابطه با وزیر دادگستری خودش به جای اینکه شدیداً با سخنان وزیر دادگستری خودش اعتراض بکنه و انتقاد بکنه و او را از وزارت دادگستری برداره امروز سکوت میکنه آقای روحانی زیرا میدونه که جلادان زیادی در حکومت اعتلافی او وجود دارند. نه تنها آقای پور محمدی وزیر دادگستری اوه، جلاد دیگری مانند علیرضا ادایی که در دولت اعتدال و امید معاون وزیر کشور دولت اعتدال و امید بینندگان. ماه گذشته شخص آقای روحانی رئیس جمهور ایران علیرضا آوایی را که صدها نفر را در آن زمان در سالهای 1367 در خوزستان به قتل رسانده بود به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری منصوب کرده این همین سال ماه گذشته این کار آقای روحانی انجام داده و در اینجا شرماور شخص دیگری مانند رفسنجانی که خودش را اصلاح طلب میدونه چنین مطرح میکنه که قتلای 1367 در واقع به خواست خدا بوده آقای رفسنجانی در اون زمان فرمانده کل قوا در جنگ ایران و عراق بود رئیس مجلس ایران بود امروز به عنوان اصلاح طلب در کنار آقای روحانی قرار گرفته و از کشتار 5000 زندانی سیاسی 1367 و, سی و, و, و افشای آن توسط فعال صوتی اعتراض میکنه و انتقاد میکنه از این کشتار دفاع میکنه ببینید آقای رفسنجانی چی میگه در صحبت چند روز پیش خودش میگه افشای این فایل صوتی خدش وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی است این آقای رفسنجانی میگه در صورتی که وظیفه رفسنجانی به عنوان رئیس دولت این بود که این جنایت هولناک رو نه تنها افشا بکنه بلکه جنایتکاران رو تحت تعقیب قرار بدی حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی آقای رفسنجانی شخصی است که در سال 1988 در سفری که وزیر امور خارجه آن زمان آلمان آقای گنچر به ایران میکنه و اعتراض به کشتار میکنه چنین مطرح میکنه که دروغی بیش نیست و چنین مطرح میکنه که در ایران دگراندیشان و کسانی که سر موضع سیاسی خودشون بمونن نه تنها مورد تعقیب قرار نمیگیرند بلکه اعدام نمیشن این دروغی است که آقای رفسنجانی در اون زمان به گنچر وزیر امور خارجه آلمان انجام داد دروغی که به اون گفت بینندگانی صحبتی که من میکنم هم اکنون در اسناد مجله اشپیگل آلمان که خودم هم همکاری میکردم با مجله اشپیگل آلمان ثبت وجود داره من هر زمانی میتونم این اسناد رو در واقع اینجا ارائه بکنم رفسنجانی در اون صحبتش با گنچر چنین مطرح میکنه که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و دیگر اندیشان را تعقیب نمیکنیم و اعدام نمیکنیم گنچر در دعوتش به خواست نخست وزیر آن زمان آلمان صدر آن زمان آلمان آقای هلموت کل از رفسنجانی خواسته بود که برادر خود منو که اونو در سال 1367 اعدام کردن دکتر احمد دانشو آزاد بکنن رفسنجانی به گنچر میگه که دکتر احمد دانش دیگر اندیش نیست و تحت تعقیب نیست دروغی بزرگتر از این بینندگان عزیز طبیعتا دکتر همه دانش منافق نبود منافقین یعنی صحبتی که رژیم میکنه و از مجاهدین به نام منافقین صحبت میکنه دکتر همه دانش یک دیگرندیش بود پنج سال تمام به دستور شخص خمینی دشخیمان جمهوری اسلامی مانند شیخ محمد مقیصه امروز قاضی خونخار جمهوری اسلامی در دادگاه های ایران آن زمان معروف به ناجی حاصر او را شکنجه وحشیانه کرد و از او میخواست تواب بسازه از دکتر احمد دانش دکتر احمد دانش در زندان های جمهوری اسلامی صدها و شاید بیش از هزار زخمی جنگی رو معالجه کرده بود ولی او حاضر نبود از افکار زیاسی خودش دست برداره و حاضر نبود تواب بشه و به دستور هیئت مرگ و شخص مصطفی پور محمدی او را به قتل رسوندن و کشتنش بینندگان عزیز و امروز آقای روحانی در رابطه با صحبت وزیر دادگستری خودش سکوت میکنه و در این مورد اسناد زیاده و من از اسناد مجله اشویگیل آلمان صحبت کردم امروز فر محمدی از منافقین و قتل عام منافقین صحبت میکنه و افتخار به این قتل عام میکنه باید به این مطلب اشاره بکنیم در دفاع از مجاهدین در اون زمان که در زندان ها بودند تمام کسانی که بعدا اعدام شدن از مجاهدین من طرفدار این مجاهدین نیستم ولی در اینجا از اونها دفاع میکنم در زمانی که در زندان بودند کسانی نبودند که با خارج از زندان تماس داشته باشند یا در حملات مجاهدین به ایران نقشی بازی کرده باشند اونها همه زندانیان سیاسی بودند و به حفظ محکوم شده بودند و به ناحق به ناحق به راخره اعدام شدند سوال من در واقع امروز از آقای روحانی اینه که هزارها نفر را شما به قتل رساندین و وزیر دادگستری شما از این ها دفاع میکنه و در مابین این هزارها نفر همه مجاهد نبودن بیش از صدها و هزارها کسانی بودند که دگراندیش بودند ماننده برادر خود من دکتر امیدانش دانش و به قتل رسیدند بینندگان در این فایل صوتی آیت الله منتظری اشاره به احمد خمینی میشه و آیت الله منتظری چنین مطرح میکنه در این فایل صوتی خودش که احمد خمینی چهار سال قبل از قتلها ها کشتار دست جمعی خواهان کشتار زندانیان سیاسی بوده و امروز آقای هاشمی رفسنجانی چنین مطرح میکنه که این یک تهمتی بیش نیست ولی واقعیت اینه که یک سال قبل از کشدار دست جمعی در سال 1367 خود برادر من دکتر احمد دانش در سال 1366 یک سال قبل از اون نامه ای به آیت الله منتظری می نویسه و در اون نامش هشدار میده که میخوان قتل عام سیاسی بکنن در زندان ها میخوان قتل عام بکنن در زندان ها این نامه ای است که برادر من یک سال قبل از شروع اعدام ها به آقای منتظری می نویسه یعنی در واقع گفته های منتظری با نامه ای که برادر من نوشته با هم کاملا تطبیق می بینندگان برادر من در نامش به منتظری چنین اشاره میکنه روز آخون، روزی آخوند جوانی منو خواست و از من بازجویی کرد و از من سوال کرد که آیا بر موازه خودت استاده ای یا موازه تو ترک کرده ای برادرم می نویسه بعدها متوجه شدم که این دو دقیقه و این یک سوال دادگاه من بوده و در اون دادگاه من رو محکوم به اعدام کردن این دادگاه مدت چند دقیقه ای طول نکشیده بینندگان این در نامه برادر من منعکسه آقای روحانی که ادعای دولت اعتدال رو امید میکنه به مردم ایران میخواد چه جواب بده به قربانیان و خانواده های قربانیان چه جوابی رو میخواد بده که هنوز اشخاصی مانند مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری او هستند و با وقاحت تمام از این اقدام خودشون امروز دفاع میکنن و چنین مطرح میکنن که شب راحت میخوابند اینا پور محمدی میگه و امروز جنایتکاران در لباس اصلاح طلب ظاهر میشن و من از رفسنجانی صحبت کردم و از صحبت های رفسنجانی صحبت کردم و امروز آقای رفسنجانی به نام اصلاح طلب در واقع پشت کرده به احمد منتظری پسر منتظری که این فایل صوتی رو نشر کرده پخش کرده میدونیم که احمد منتظری را دادگاه ویژه انقلاب انقلاب روحانیت در قام خواسته و به اون تهمت میزنن که تو اسناد مهم و اسرار رژیم رو فاش کردی و کسی که اسرار رژیم رو فاش بکنه حقش اعدام بینندگان عزیز همونطوری که در گذشته در سال 1986 هاشمی را مهدی هاشمی را برادر داماد منتظری را به این اتهام که اسرار نظام رو فاش کرده یعنی در واقع رابطه جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا را فاش کرده اعدام کردند و امروز آقای رفسنجانی و حتی آقای روحانی پشت کردن به شخصیتی مانند احمد منتظری پسر منتظری من هیچ توافقی با ایدئولوژی پسر منتظری ندارم ولی کاری که اون انجام داد و این فایل صوتی را انتشار داد یکی از اقدامات بسیار مهمی بود که میتونست این کار را انجام بده امروز آقای راهانی و آقای ظریف که توافق اتمی رو با غرب انجام دادن سکوت میکنن و از توطعه شوم دشمنان بر علیه احمد خمینی و جنایتکاران صحبت میکنند بینندگان باید به این مطلب اشاره بکنم که جنایتکاران میدونن که جنایتشون رو به دستور خمینی انجام دادن اونا امروز اعتراف میکنن که به دستور خمینی و به دستور قرآن و به دستور خداوند اونطوری که میگن این جنایت ها رو انجام دادن یعنی به دستور شخص خمینی که خودشو نماینده خدا روی زمین نماینده پیغمبر اسلام و نماینده امام غائب خودش میدونه چنین کاری رو انجام دادن پس بنابراین بینندگان در آینده هم مردم ایران هم که باید در رابطه با خدای آنها و اسلام آنها و قرآن آنها تصمیم بگیرند و قضاوت بکنن بینندگان وقت برنامه من در جا به اتمام رسیده درود بر شما تا برنامه آینده